با عرض سلام خدمت خانم شاپرک شجری زاده و تشکر از اینکه دعوت سایت شورای مدیریت گذار رو برای این گفتگو پذیرفتید. فکر می‌کنم که لازم نباشه شما رو معرفی کنیم. اکثر زنان آزاده کشور ما و مردم ایران شما رو به عنوان یک زن شجاع و یکی از دختران خیابان انقلاب روسری‌های خودشون رو، روسری‌های تحمیلی رو پرچم آزادی خواهی کردن میشناسن. به همین دلیل هم شما جایزه شجاعت در دفاع از حقوق زنان رو توسط یکی از کمیسیون‌های جانبی اجلاس ژنو دریافت کرد. ضمن عرض تبریک بسیار و افتخار بسیار به وجود شما، ازتون بخوام یک کمی در مورد این کمیسیون توضیح بدید و اهمیت این جایزه رو که قبلا هم خانم مسیح علی نجات دریافت کرده بود توضیح بدید. مرسی. ممنون از لطف و محبت شما، متشکرم بابت تبریکتون. ژنو سامیت یکی از کنفرانس های جانبی سازمان ملل هستش که متشکل از 25 تا سازمان شناخته شده حقوق بشری هستش و سالانه کنفرانس دارند و جلسه دارند. در مورد اهمیت اینکه این جایزه رو من دریافت کردم، خب برای من خیلی مهمه که اول خب صدای زنان ایران رو به گوش دنیا برسونم، بیشتر موقعیت زنان ایران رو بتونم توضیح بدم برای مردم دنیا و خصوصا سیاستمدارها، و در کل وضعیت استفاده کردم که وضعیت حقوق بشری و بیقانونی که الان در قوه قضاییه جریان داره و تقریبا قدرت مطلقه رو گرفته توی دستش و هر صدایی رو داره خفه میکنه در جا، خیلی اینو میخواستم مطرح کنم. و به هر حال هر ایرانی که یه پلتفرم پیدا کنه، فرقی نمیکنه چه کسی، هر ایرانی که یه پلتفرم پیدا کنه به نظر من خیلی عالیه که بتونه مسائل حقوق بشری ایران و سیاست رژیم جمهوری اسلامی رو بتونه به دنیا گوشزد کنه و در تغییر سیاست کشورهای اروپایی خصوصا بتونه یک تأثیری داشته باشه. بله، پیشنهاد مشخصتون چی بود در رابطه با تغییر سیاست کشورهای اروپایی در قبال ایران؟ چه درخواست مشخصی کردید؟ من خب با این خب حقیقت شروع کردم که در مورد حتی این جنبش خود زنان در رابطه با مبارزه با حجاب اجباری و برابری خواهی که زنان ایران دارند، خب کشور سیاستمدارای خصوصا کشورهای اروپایی که معمولا هم سیاستمدارهای زنشون خیلی در دفاع از حقوق زنان صحبت میکنن، وقتی که به ایران میان کاملا رعایت میکنن و اطاعت میکنن این قانون تبعیضی رو. با اون شروع کردم و بعد ازشون خواستم که خب سیاست در مورد مسائل حقوق بشر سازمان ملل مرتب داره بیانیه میده، سیاستمدارها مرتب صحبت میکنن در مورد وضعیت حقوق بشری، ولی به نظر میاد که حقیقی نیست، به نظر میاد فقط یک شو هستش. وقتی که پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی میشینن، هیچ فشاری روی جمهوری اسلامی در مورد مسائل حقوق بشری، در مورد حقوق زندانیان، در مورد اعدامها و تمام حکمهایی که هست، هیچ فشاری روی جمهوری اسلامی نیست. و من ازشون خواستم که از این به بعد اگر میخوان وارد به ایران میان و میخوان مذاکره کنن، یادشون نره که ما بزرگترین مدافعین حقوق بشرمون الان توی زندان هستن و میتونن از اونام دیدار کنن، و به جای اینکه به حرفهای ظریف یا به حرفهای نماینده های جمهوری اسلامی توی سازمان ملل گوش بدن، بیان و با کسایی که توی زندان ها هستن صحبت کنن. خب من در این اجلاس
سه بار سخنرانی داشتم. تنها کسی که سه بار سخنرانی کرد من بودم. توی جلسه اصلی که خب خصوصی تر برگزار شد، افتتاحیه بود، در پنلی که خب باز بود و خب ویدیوهاش از همه دیدن، و در یک مهمانی خصوصی که دیپلمات ها بودن اکثرا و مدافعین خب خیلی سرشناس حقوق بشر، از این دو تا 10 دقیقه و 3 دقیقه 23 دقیقه مسائل مختلفی رو سعی کردم بیان کنم و گفتم که خب تمام این مدت داریم به صورت خندان ظریف نگاه میکنیم، به دروغهاش گوش میدین در مورد مسائل حقوق بشری، ولی هیچ وقت نیومدین از مدافعین معروف حقوق بشر که همه قبول دارید و الان تو زندان ها هستن بپرسین. خب در مورد زندانی کردن اکثر وکلای حقوق بشری صحبت کردم و یا اینکه حکم دارن یا الان تو زندان هستن یا حکم دارن و به این صورته که در حال حاضر مجبور به سکوت شدن. در مورد اون قانونی که اون چیزی که بردن قوه قضاییه شروع کرد به اجرا کردن که از 20 نفر از فقط یعنی هر کسی که محاکمه بشه با حکم علیه نظام فقط میتونه از 20 تا وکیل استفاده کنه و دسترسی آزاد به وکیل نداره و این برخلاف قوانین حقوق بشری دنیاست و عملا دسترسی تمام فعالین رو به یک دادگاه عادلانه قطع کردن. در کنارش وکلا توی زندان هستن و الان تمام این تعداد چند هزار نفری که توی اعتراضات بازداشت شدن تمامشون دارن بدون وکیل و بدون دفاع قانونی محاکمه میشن. این چیزها رو نباید سازمان ملل فراموش کنه. نقض حقوق بشر وارد، یعنی از 2 سال پیش همیشه سنگین بوده. خب مثال‌های کوتاه زدم در مورد کشتاری که دهه 60 انجام دادن، اعدام‌ها، ولی از 2 سال پیش علناً دسترسی کسانی که دستگیر میشن به دادگاه قانونی گرفته شده و گفتم ازشون خواستم که یعنی یه سوال کردم که چطور به یه همچین کشوری شما یه دونه صندلی میدین و هیچ فشاری هم نمیارید، در مورد اینکه چطور ممکنه که سکوت کنین که وزیر امور خارجه ما بگه که ما قادر به خوندن جعبه سیاه نیستیم و به کسی هم نمیدیم، یعنی به صورت یه قلدر بیاد به دنیا بگه که جعبه سیاهی که اصلا متعلق به ایران نیست و مالی کشور دیگه ای هستش قانونی، بگه من اینو تحویل نمیدم و سکوت کرده. سازمان ملل در ماهای اخیر باید جلسه اضطراری برگزار میکرد در مورد ایران، در مورد اعتراضات آبان ماه و همینطور این هواپیما باید جلسه اضطراری برگزار میشد تو سازمان ملل در مورد ایران، ولی این اتفاق نیفتاد و این خب خیلی خیلی عجیب هستش. در کنارش میدونین که جزو کمیته رئیس کمیته زنان هستش در سازمان ملل. ایران یکی از کشورهایی هستش که حقوق زنان، نابرابری حقوق در مورد زنان بیشتر از همه جای دنیا هستش. شاید ایران و عربستان در صدر باشن، ولی خب در مورد ایران حتی وحشتناکتر هستش به خاطری که عامل خشونت خود رژیم هستش، عامل اجبار جامعه نیست، خود رژیم هستش. و در وقتی که تمام فعالای زن در زندان هستن و سرکوب زنان به اینقدر شدیده، چطوری میتونن ایران رو انتخاب کنن؟ این خیلی عجیبه از نظر بین المللی. صحبت من همین بود که 40 سالی که شما با این حکومت مماشات کردین، سعی کردین از راه دیپلماسی مشکلات رو حل کنین و دارین خودتون میبینین که وضعیت ایران چه از نظر سیاست خارجی چه از نظر حقوق بشر داره روز به روز وحشتناکتر میشه. پس بیاین برای یه بارم شده در کنار مردم ایران بایستین و به صدای مردم ایران گوش بدین
و در کنار اونها این حکومت رو ازش حسابرسی کنین و بخواین که جوابگو باشه. بله بسیار عالی. تا حدودی سوال بعدی من هم شما پاسخ دادید. به هر حال خانم شجریزاده میدونید که وکیل شما خانم نسرین ستوده در زندان هستند و احکام سنگینی رو هم برایشون تحمیل کردن. واقعا فکر میکنید که چه کار باید کرد؟ همونطور که گفتید خب مجامع بین المللی، سازمان ملل، جامعه اروپا هر ساله تقریبا نقض حقوق بشر در ایران رو توسط جمهوری اسلامی محکوم کردن و بارها بارها هم از مقامات سیاسی به خصوص دول اروپایی خواسته شده که اگر تماس میگیرید، اگر وارد معاملات میشید، این مسائل رو فراموش نکنید، فشار بیارید. اما متاسفانه رژیم همچنان همونطوری که گفتید با قلدری خودش به نقض حقوق بشر، سرکوب، تحمیل و تبعیض ادامه میده. واقعا چه کار مشخصی فکر میکنید باید کرد؟ چه قدم های بیشتری باید برداشت؟ اون چیزی که من میگم، من از سازمان، من اونجا تو سخنرانی ها خواستم اینه که خب در مورد این مسائل ساکت نباشن و در کنار مدافعین وایسن. خب در مورد به جز خانم ستوده، در مورد آقای امیر سالار داوودی هم صحبت کردم که حکم مشابهی دارن با خانم ستوده و در حال حاضر اعتصاب قضا دارن، همینطور آقای نجفی. و به طور مثال اینا خب تعداد، یعنی انگشت شماری از سرکوب وکلای حقوق بشری هستن و همین ازشون خواستم که با جمهوری اسلامی دست از مماشات بردارن و سازمان ملل واقعا صندلی جمهوری اسلامی رو بگیره وقتی که میبینه نمیتونه بهش یعنی فشار بیاره. ولی خب شخصا فکر میکنم که فشار یعنی تو مصاحبه هایی که با کانال های خارجی و با روزنامه ها داشتم، اگر واقعا نمیتونن تا حالا به این صورت ادامه دادن و تو روشون سیاست مدارهای ایرانی دروغ گفتن، ارتباطات رو قطع کنن، جمهوری اسلامی رو منزوی کنن در جامعه بین المللی. به هر حال یه مثال، وقتی که به چند تا از روزنامه نگارها گفتم، حالا شاید بچگانه باشه، ولی وقتی یه خانواده هیچ جور نمیتونن بچهشون رو که داره به یه راه خلافی میره کنترل کنن، آخرش اینه که میگن که ما تو رو یه خود محدود میکنی، مثلا نمیتونی یک ماه از خونه بری بیرون و سر یه ساعتی خونه باشی. به هر حال هر کسی وقتی که میبینه که یه اشتباهی هست باید یک عکس العملی نشون بده. جمهوری اسلامی هم همینه، یک کشوریه که هیچ جوری حاضر نیست که بخواد یه خورده با جوامع بین المللی راه بیاد در هیچ موردی، در مورد اقدامات تروریستیش، در مورد مسئله هسته‌ای و مهمتر از همه مسائل حقوق بشر که خب از نظر ما ایرانی ها این برامون مهم هستش و حکومتی که فاسد نباشه و حکومتی که آزادی بده به مردمش. و این هم مطرح کردم که این رو یادتون باشه که جمهوری اسلامی، در دو تا از صحبتان گفتم، با مردم ایران متفاوته و مردم ایران، خواسته مردم ایران نه الان قدرت هسته‌ای هستش و نه ماجراجویی های جمهوری اسلامی توی منطقه خواست مردم ایرانه و علنا هم خود مردم ایران این رو بیان میکنن. خواست مردم ایران اینه که این حکومت نباشه، واقعا خسته شدن بعد از 40 سال و این حکومت رو نمیخوان. و این مثال رو زدم که اگر یک سیاستمداری بارها دیده شده به اشتباه، چون این خب متداوله، به اشتباه در وقتی میخواد در مورد حکومت جمهوری اسلامی صحبت کنه میگه ایران، مردم ایران ناراحت میشن و بلافاصله تو شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون میدن که چرا گفتی ایران، این جمهوری اسلامیه. و این رو باشون مطرح کردم که مردم ایران با این حکومت رو نماینده قانونی خودشون توی جوامع بین المللی و سازمان ملل نمیدونن و علنا
حکومت رو به کمک مردم ایران بیاین و این تنها راهیه که بعد از 40 سال من فکر میکنم جوامع بین المللی پیش رو دارن. بله بله 100%. اتفاقا میخواستم بحث رو در رابطه با نقش مردم که خودتون اشاره کردید که در حقیقت اپوزیسیون اصلی این رژیم خود مردم هستن و مطابق نظرسنجی های رسمی بیش از 70% یا 80% از مردم ایران این رژیم رو نمیخوان و میزان شرکت کننده در انتخابات یا روز رای گیری در واقع مجلس 11 هم این رو نشون داده. بدنه اصلی اپوزیسیون طبیعتاً مردم ایران هستند و خوشبختانه اپوزیسیون و مخالفین جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج کشور به یک همبستگی نسبی در راستای گذار از این نظام ضد بشر و ستمگر رسیدند. فکر میکنید نقش اپوزیسیون توی رابطه چی هست؟ در ارتباط با مجامع بین المللی و یا در ارتباطات درونی خودشون نقش خودتون رو توی این رابطه چی میبینید؟ من فکر میکنم که خب اپوزیسیون به جای اینکه به حالا به اختلافات بین خودشون پیدامن بزنن، بهترین کار همینه که خب به هر حال فعالینی که خارج از کشور هستن تو هر کشوری که هستن از روابطی که تو اون کشورها دارن و از پلتفرمی که دارن تو اون کشورها استفاده کنن و سعی کنن که به دیپلمات‌های اون کشور و سیاستمدارای اون کشور فشار بیارن و قانعشون کنن که وقتشه که دست از این رفتاری که تا حالا داشتن با جمهوری اسلامی بردارن. از همین یعنی تمام این مسائل حقوق بشری، مسئله اعدام‌ها، اعترافات اجباری، تمام اینهایی که نمونه‌های کوچکی هستش، اینها مرتب باید توسط ما گفته بشه، مرتب باید به دنیا و به جوامع بین المللی یادآوری کنیم که همین الان وقتی که شما محکوم میکنید اعدام های دهه 60، همین الان داره اعدام، همچنان حکمای اعدام انجام میشه. فعالین سیاسی که هستن همین الان فقط به خاطر عضو بودن در گروه های سیاسی بدون اینکه در عملیات یا چیزی شریک باشن، فقط به خاطر عضویت حکم اعدام گرفتن. همین در همین یعنی و این مال دهه 60 نیست، مال الان هستش. یا همین الان دارن فعالین، زنها، معترضین، آدم های بیگناه دارن زیر شکنجه اعتراف اجباری ازشون گرفته میشه. این اتفاقات داره در ایران میفته، همچنان داره سرکوب اقلیت‌های مذهبی داره بیشتر میشه. دراویش رو داریم که خب این یه موج جدیدی از سرکوب بود. سرکوب بهائیان داره خیلی بیشتر از سابق میشه و این رو و زندان، همین الان زندانی‌هایی داریم که خب تغییر دین دادن، مسیحی شدن و تمام این اسم‌ها باید به عنوان نمونه گفته بشه که متوجه بشن که اینها فقط تئوری نیست، اینها فقط اتفاقایی که تو گذشته بوده نبوده، این اتفاقات همین الان داره توی دادگاه‌های ما میفته و توی زندان‌های ما میفته. و یکی از مسائلی که خب توسط دنیا واقعا بهش بی‌توجهی شد، کشتن اون تعداد بالای 1000 نفر و حالا به قول به تعبیر رویتر که به نظر من اصلا دور از ذهن نیست و همونقدر هستش، بالای 1500 نفر در 3 روز با چند تا بیانیه دادن از طرف سیاستمدارهای دنیا اصلا قابل قبول نیست. فقط بیان بگن که محکوم میکنیم، این اصلا قابل قبول نیست. دنیا باید یک عکس العملی در مورد این کشتار دست جمعی با اسلحه های اتوماتیک وقتی فیلمش هست دیده میشه، باید یه دنیا نشون بده. و وظیفه فعالین به نظر من سیاسیون اینه که فقط اینها رو به رخ دنیا بکشن، به رخ جوامع بین المللی. و اختلافات سیاسی تا زمانی که جمهوری اسلامی اونجا هستش و قدرت داره و قدرت دست سپاه هستش هیچ معنایی نداره. الان فراموش کردم الان که اسم سپاه رو بردم، خب در مورد سنگ
تحریم هدفمند هم، خب من این نظر شخصی من هستش، من تحریم هدفمند سران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو بهش باور دارم و فکر میکنم که از شخص رهبر خامنه‌ای تا بقیه کسایی که در جرم و جنایت انجام میدن، در واقع سران جمهوری اسلامی که جرم و جنایت انجام میدن، یا مثل وزیر ارتباطات که در جرم و جنایت شریک هستش و تو اون وضعیت اینترنت رو قطع میکنه، این افراد باید به مجازات رفتارشون برسن و یکیش همینه که اینا جایی نداشته باشن و نتونن به این به فعالیت بین المللیشون یا به کاسبی که راه انداختن از این وضعیت مردم و وضعیت معیشتی مردم پایان بدن. و اینم خواستار شدم که کشورهای اروپایی در تحریم‌های هدفمند و تحریم هدفمند سپاه اونها هم این کار رو انجام بدن. بله خیلی ممنون. در انتها خانم شجرزاده، میدونید که دوم اسفند روز جهانی زبان مادری بود و دو هفته دیگه 8 مارس روز زن هست. در انتها اگر پیامی برای مادران ایران، برای زنان شجاع و آزاد ایران دارید، خیلی خوشحال میشویم که بشنویم. ممنون هستم که اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ببینید، سرکوب و جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داده و داغی که به دل خیلی از مادران ایرانی گذاشته، یک طرف زندانی کردن و دادگاهی کردن خانواده ها، مادران، من اینطور میگم فقط مادران، مادران و پدرانی که فقط دنبال عدالت هستن، هم از طرف دیگه چه برای فرزندانشون که از دست دادن، چه برای فرزندانشون که کشته شدن. در حال حاضر فقط از بند زنان زندان اوین 3 مادر هستن همین الان. و من اونجا با خانومی آشنا شدم از ونزوئلا، نه اومده بودن بر علیه ونزوئلا شهادت دادن، خانومی بود که سرگذشتی شبیه خانم اکملی داشتن، دخترش در تظاهرات کشته شده بود و دنبال دادخواهی بود. و یه چیز جالب برای من بود، خب اومده بود بر ضد حکومت دیکتاتوری ونزوئلا شهادت بده، این خانم پرواز کرد برگشت ونزوئلا و این به من نشون داد که ما وضعیت کشورمون چقدر از کشور ونزوئلا هم از نظر نقض حقوق بشر بدتر هستش، که این مادر این آزادی رو داشته که بیاد در یه سازمان حقوق بشری بر ضد حکومت دیکتاتوری شهادت بده و دوباره پرواز کنه برگرده بره کشورش، ولی مادر مصطفی کریم بیگی الان توی زندان هستش و این خیلی دردناک هست. بله خیلی ممنون، بازم تشکر از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید و مجددا تبریک میگم به خاطر دریافت این جایزه و مطمئن هستم که مردم ایران و زنان کشورمون به شما افتخار میکنن به عنوان یکی از دختران خیابان انقلاب و یکی از زنانی که با این جایزه ثابت شد که شجاعت دفاع از حقوق زنان رو در صحنه عمل داره. امیدوارم که در زندگی موفق باشید و سالم با خانوادتون و تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنون. سپاسگزارم از شما.